از اونجا رد میشد اونها رو میدید، زن و مرد و پیر و جوان، همه پرشور و حرارت. سرمای زمستون هم رسید، اما از گرمای اونها چیزی کم نشد. گرمای تحصانشون اون رو هم به تحسین وامی‌داشت. میگفت تحصان طولانی مثل اینی که شما در سرمای ژنو انجام دیدین واقعا شگفت انگیزه. روز چند دقیقه باهاشون صحبت میکرد، با همشون، اونهایی که تازه از ایران اومده بودن یا اونهایی که بیشتر عمرشون رو خارج از ایران گذرانده بودن. از اشرف نامی که اونها همیشه فریاد میزدن میپرسید. از باز اونجا رفته بود با چهره ها آشنا شده بود. یه روز با یکی از چهره های آشنا، یکی از جوانهای اشرف نشان صحبت میکرد. ازش پرسید اسمت چیه؟ در جواب گفت من طلایه هستم، از سوئیس، 21 سالمه. از طلایه پرسید از کی با مجاهدین آشنا شدی؟ تو مجاهدین چی دیدی که حالا اینقدر تر و پا قرص تو تحصان شرکت میکنی؟ در جواب گفت من از بچگی با سازمان آشنا هستم، چون پدرم یک فعال سیاسی بود، هوادار مجاهدین، که 10 سال در زندان بود و من از همون بچگی با جنایت رژیم آشنا شدم. من وقتی ایران بودم خب میدونستم مجاهدین چیان، چون همیشه خب تو هر محفلی که میرفتم، تو هر جمعی که میرفتم جمع هوادارا بودن و همیشه میشناختم، ولی خودم حس نکرده بودم که مجاهدین چیان، چون من 13 سالم بود که اومدم خارج از کشور. ولی از همون روز اولی که اومدم اروپا رفتم به دفتر سازمان و از همونجا فهمیدم که اینا یه آدمایی هستن که از همه چیشون گذشتن. برای من خیلی عجیب بود و اصلا نمیتونستم اول درکش کنم که برای چی این همه آدم از بچهشون، از زندگیشون، از تمایلایی که کوچکترین تمایلا گذشتن برای آزادی مردمشون، برای آزادی بچه‌هایی که توی خیابونن. اونجا من ایران بودم خیلی این چیز اذیتم میکرد، خیلی اذیتم میکرد. وقتی میرفتم یه جا رستوران غذا بخورم یا میرفتم یه جا لباس بخورم، همیشه پشت شیشه مغازه بچهای خیابونی رو میدیدم که جوری با حسرت به من نگاه میکنن، خیلی این چیز اذیتم میکرد. وقتی اومدم اروپا واقعا بهم یه امیدی دست داد، دیدم که اون بچه ها تنها نیستن، اون بچه ها یه اشرف پشتشونه، یه مقاومت پشتشونه که همه جوره ازشون حمایت میکنه. وقتی طلایه از اشرف گفت، ازش پرسید مگه اشرف کجاست؟ اشرف و اشرفی ها رو چطور میبینی؟ طلایه جواب داد اشرف من همیشه گفتم، همیشه هم میگم، برای ما ایرانی ها یا حتی برای شخص خود من ناموس ایران میمونه، مثل یه گنجینه، یه صندوق پر از گنج میمونه که باید ازش حفاظت کرد، باید مواظبش بود، چون این اشرف مثل یه نوری تو تاریکی، وقتی که توی بیابون را تو گم میکنی یک ستاره که تو آسمونه بهت امید میده، چون راه تو پیدا میکنه. اشرف هم برای جوانای ایران، برای مردم ایران همیمونه، مثل یه ستاره توی شب کویر میمونه که بهت راه نشون میده، بهت امید میده، بهت امید میده که یک روزی، شاید ممکنه همین فردا یا پس فردا نباشه، شاید چند سال طول بکشه، ولی همین امیدو بهت میده که جوانای ایران باعث که علیه رژیم مبارزه کنن، بهت امید میده، امید بهت میده که تو تنها نیستی، یکی پشتته، یکی همدرد توه. من خودم توی فیسبوک خیلی جوونا رو میدیدم که از مجاهدین علاقه به مجاهدین نداشتن، یعنی خب به خاطر تبلیغاتی که رژیم کرده خب ما طبیعیه که علاقه به مجاهدین ندارن، ولی وقتی که حمله اول اشرف شد براشون خیلی عجیب بود، براشون سوال بود اینایی که همیشه رژیم ازشون بد گفته چرا اینطوری وایسادن توی سینه رژیم، چرا اینطوری دارن مبارزه میکنن، اصلا چه رژیمی اینا داره میکشه، چون جوونه ایران میدونن و همیشه برعکس حرف رژیمه، چون